با عرض سلام ادب احترام خدمت دانشجویان عزیز، با ادامه مباحث آموزشی تایپ اسکریپت در خدمت شما دوستان هستیم. اگر یادتون باشه جلسه قبل تا قسمت تایپ ها اومدیم جلو و خوندیم، این جلسه از قسمت وریبل شروع میکنیم. باز تاکید میکنم من برای آموزش تایپ اسکریپت سایت توتوریال پوینتس رو براتون معرفی کردم و خود آموزش انگولار هم از همین سایت، از سایت توتوریال پوینتس بهتون آموزش خواهم داد. اول آموزش هم به خاطر اینکه تلفظ هم درست نیست از همه دوستان معذرت‌خواهی میکنم، چون زیاد تلفظایی که الان دارم میگم درست نیست، اما بیشتر خب به مفاهیم جملاتی که میگم و توضیحاتی که میگم گوش بدید، چون هدف آموزش کاربردیه. چی هستش؟ تایپ اسکریپت هستش. میگه variable by definition is named space in memory that store value. In other words, it acts as the container for value in program. TypeScript variable must follow the JavaScript name rules. میگه متغیرها فضایی دارای نام در حافظه هستن که مقادیر رو توشون چیکار میکنن؟ ذخیره میکنن. یا اگر این دادرورد، یا به بیان دیگر متغیر در یک برنامه به عنوان نگهدارنده مقادیر عمل میکنه و تایپ اسکریپت و متغیرهای تایپ اسکریپت بایستی پیروی کنن از سیستم نامگذاری چی؟ قوانین سیستم نامگذاری خود تایپ اسکریپت. میگه variable name can contain alphabets and numbers. میگه که اسم متغیرها میتونه شامل حروف، الفبا و عدد باشه. They cannot contain space and special characters except the underscore and the dollar sign. میگه که اسم متغیرهامون نمیتونه شامل کاراکترهای ویژه باشه. خب کاراکترهای ویژه همون میشه علامت فاکتوریل و شارپ و ادساین و درصد و وگوگ و توان و اند و ستاینه نمیتونه باشه. فقط میتونه شامل دوتا باشه، یکی underscore یا همون به گوه خودمون underline رو قبول میکنه و میتونه همچنین اسم چی رو دلار رو قبول کنه. خب این سینتکس ها تقریبا در همه زبان های برنامه‌نویسی چی هستش؟ هستش. میگه variable name cannot be in with a digit. میگه حروف، میگه که اسم متغیرها نمیتونه با عدد شروع بشه. خب تقریبا در اکثر زبان های برنامه‌نویسی همینطوریه، اسم متغیرها نمیتونه با عدد شروع کنه. خب تایپ اسکریپت هم از این قوانین چیه؟ پیروی میکنه. گفتیم خب شباهت زیادی به سی شارپ و جاوا داره، بخاطر همین از این سینتکس ها تقریبا پیروی میکنه. میگه variable must be declared before it is used. Use the var cable to declare variable. میگه متغیرها قبلش باید تعریف کنید قبل از استفاده، و برای تعریف متغیرها هم میتونید از کلمه کلیدی var استفاده کنید. میگه variable declaration in TypeScript. The type syntax of declaring a variable in TypeScript into the include clone after the variable name followed by its type. Just in JavaScript we use the variable to declare a variable. میگه که سینتکس ایران یک متغیر در TypeScript به این صورته که با یه دونه، به قول خودمون دو نکته، و بعد از اسم متغیر باید چیکار کنیم؟ قرار بدیم و بعد از آن نوع دادی این متغیر مشخص میشه. درست مثل جاوا‌اسکریپت که برای ایران یک متغیر از عبارت کلیدی چی استفاده میکنه؟ ور استفاده میکنه. منظورش اینه که میگه اگه میخواید یه متغیری رو توی تایپ اسکریپت تعریف کنید، میزنید ور، درست اسمش رو می نویسید، دو نکته تایپش رو می نویسید، یا اسمش رو می نویسید، دو نکته تایپش رو می نویسید، یه مقدار بهش می دید، یا مثلا می نویسید و اصلا بهش ببینید
تایپی نداده و مقدار داده بهش. یعنی میگه که این نگاه کن این قسمت رو، میگه که declare its value but no type the variable type will be set on the data type of the assigned value. میگه که وقتی ما نو رو ایران نمی کنیم بر اساس مقداری که توش قرار میگیره نوش چیه مشخص میشه. داره کلیات این موضوع رو میگه که برای استفاده از در حقیقت دوستان تایپ اسکریپت. بچه یکیتون لینک کلاس رو واسه توی گروه کلاسمون میذاره، یکی از هم کلاسیاتون لینک کلاس رو خواست، بی زحمت یکیتون لینک کلاس رو براش توی گروه چیکار کنه کپی کنه. خب بعد میگه که اگر ما declare neither value not type in the case the data type of value will be any and be initial to the undefined. میگه که اگر ما حتی نوع داده رو مشخص نکنیم و مقداری هم بهش ندیم این متغیر تعریف میشه از نوع تایپ any. نگاه کنیم خیلی مهمه، تایپش میشه any و مقدارش به صورت چیه؟ undefined initialize میشه، یعنی به صورت undefined. اینجا سمپل هایی از نامگذاری ها رو گفته که این موضوعات خب آسونی هست، زیاد من نمیخوام وقت کلاس رو بگیرم. ببین یه کلمه کلیدی ور گذاشته، باتون اسمش رو گذاشته، تایپ نوشته یا مقدار دهی کرده یا مقدار دهی نکرده، تایپ هاشو نوشته و اینها. من ببینم اینجا چیز خاصی هستش یا این قسمت ما چیز خاصی بذار ببینم چی گفته. میگه که مقدار را به متغیری بدیم که نوع آنها یکسان نباشه در این صورت کامپایلر تایپ اسکریپت خطا میده. به همین دلیل است که تایپ اسکریپت به قول خودمون چی هستش؟ استرونگ تایپ هستش. خب سینتکس استرونگ تایپ این شو تضمین میکنه یا این اطمینان رو به ما میده که نوع مشخصی از داده ها در یک طرف در یکی از طرفین تخصیص یکسان باشه. به همین دلیل از که کدهای زی داره خطا میده. میگه اگه نامبر بنویسی و بهش مقدار رشته رو بدی خب خطا میده دیگه. ما این گفتیم این از نوع نامبر داریم بهش یه رشته میدیم، خب در همین حالت چیه کامپایلر بهش خطا میده. بحث بعد میگه که اسریشن آموزش تایپ ها در تایپ اسکریپت. میگه تایپ اسکریپت اجازه میده changing a variable from one type to another. میگه که تایپ اسکریپت اجازه رو میده که شما بتونید نوع متغیرها رو از یه حالتی به حالت دیگه چیکار کنید؟ تغییر بدید. تایپ اسکریپت refer to this processor as a type assertion. میگه که این فرایند رو میگه بهش چی؟ تایپ assertion. و the syntax input the target type between symbol and the place in the front the variable or expression. The following example explains in a concept. میگه که سینتکس این فرآیند به این صورته که باید نوعی رو که میخواید، نوع مورد نظرمون رو که میخواید، باید داخل دوتا علامت چی بذارید؟ سیمبل این بذارید و گذشته از آن و گذشته آن را در مقابل یک متغیر چیه؟ منظورش اینه که اگه بخواید
به فرض بر مثال میگه که میتونید تایپ استریشن کنید، مثلا گفته نامبر و اینی، خب میتونید این حالت ها هم چیه توش داشته باشه که میگن چی تایپ استریشن. خب مثلا نگاه کنید، منظورش اینه که نگاه کنید مثلا شما میتونید الان به این استیار ما، چون ما گفتیم که این استیار ما عدد یک دادیم بعد و به استیار گفتیم نامبر باشه، اما حالت های نامبر اینی هم چیه به گروه خودمون تایپ استریشن کنه. کنسول دات راگ گرفتیم تایپ آف چی استیار تو رو. خب ببینید، بذاری من این سمپل رو براتون انجام بدم که ببینید چه خبره. اگه یادتون باشه ما اومدیم، من وی اس کدمون رو بیارم بالا، یه فایلی داشتیم به نام myfile.js، من اینو پاک میکنم، این مثالی رو که داریم چکار میکنم همین کپی پیست میکنم تو این وی اس کدوم، بعدش بهش میگم tsk کامپایل کن و واتش کن چی رو myfile.ts. خب انکامپایلش کرد و میایم ببینیم چه نوع داده ای رو داره نشون میده. من میگم الان توی دسکتاپم تو پوشه تمرین و این فایل ایندکس رو باز میکنم، میام تو قسمت اینسپکت، میگم کنسول، ببینید چه اتفاقی داره میفته. ببینید به استیار یک اول عدد یک رو داده، بعد استیار تو دقت کنید گفته که نوعش از نوع چیه؟ نامبره، اما میتونه نوع نامبر و اینی هم چیه ساپورت کنه و مقدار استیار داره میذاره توی این. وقتی استیار مقدار دهی میکنه توی استیار تو، نگاه کنید نوع متغیر استیار تو میشه چی؟ نگاه کنید استرینگ میشه. در این موضوع رو میگه که میتونه بهش در حقیقت چند تا تایپ مختلف بدیم، بر اساس مقداری که داریم توش جایگذاری می‌کنیم تشخیص میده که این تایپش از کدوم یکی از این نوها هستش. خب بحث بعدیمون اینجا که همین قسمت رو داره توضیح میده، کاز خاصی ما نداریم. خب این فرد typing in type script این فرد استنتاجی تایپ استنتاجی در تایپ اسکریپت، این طوری معروف میشه تایپ استنتاجی معروف میشه. میگه give the fact that type script is storing type the feature is optional. میگه درسته که تایپ اسکریپت به صورت استرینگ تایپه، اما این در حقیقت حالت چی داره؟ آپشنال داره، یعنی اجباری نیست. میتونید تایپ اسکریپت also encourage dynamic typing of a variable. میگفتیم که میگه که تایپ اسکریپت از تایپینگ پویای متغیر هم چیه؟ ساب پشتیبانی میکنه. This means that TypeScript encourages declaring a variable width of a type. این یعنی در TypeScript میتوان متغیرهایی را بدون هیچ نوع تایپی هم چکار کرد تعریف کرد. و بعدش منظورش نگاه کنید، ما حتما قرار نیست تایپ رو بنویسیم در TypeScript. خب اگه اینجا دیدید خودش داشت توضیح میداد که ما یه حالتی داشتیم که میتونستیم تایپ ندیم، نگاه کن و یعنی این حالت هم ساپورت میکنه. داره اینو میگه، میگه شما میتونید لازم شد اصلا تایپ هم بهش چیه ندید و خودش بر اساس مقداری که دارید توش قرار میگیره تایپش رو چیکار میکنه تشخیص میده و کل موضوع داره اینو به ما بیان میکنه. میگه که in such case the compiler will determine
the type of value variable on the base of value assigned to it. میگه کامپایلر نوعش رو از طریق مقداری که توش یه تخصیص داده شده تشخیص میده. Type is we find the first uses of data with the written the code. Determine the type to which has been initially set as the assume the same type for the this variable in the rest of your code block. میگه type script اولین باری که متغیری داخل کد استفاده شده رو پیدا میکنه نوع مقدار اولی متغیر رو تعیین میکنه و بعد اون نوع همین متغیر توی بقیه قسمت های کدتون چیه استفاده میشه. منظورش همین تو آدر بوک در قسمت های بعدی پروژهتون چی میشه استفاده میشه. میگه the same explain the following code snippet. خب و میگه که این موضوع که بارا داشتم توضیح میدادم توی این مثال داره چیه خودشو نشون میده. ببینید تایپ متغیر رو نداده، کنسولگر کرده نامو، بعد به یه رشته داده بهش و گفته نوع اینو چیکار کن تایپ کن. بذارین تستش کنیم ببینید نوع تایپش چی میشه. من کدو میدم، این الان کامپایلش میکنه. خب بهم میگه و نام تو. خب کنسولگر نام، بعد به نام که خواستیم رشته بدیم میگه تایپ اسکرین نات اساین آن د تایپ نام. از کجا تشخیص داد؟ چون یک بار اینو که کامپایل کرد مقدارش رو گذاشت عدد، دیگه بخواد بهش رشته بدید این اجازه رو به شما نمیده، مگر اینکه بیاید تو مثال قبلی که بهتون گفتم بهش این اجازه رو بهش بدید، یعنی بگی که آقا میتونی نگاه کن اینجا چرا تونست. چون بهش چیه ببینید استیارد و نامبر بود، اما علاوه بر نامه ما گفتیم اینی هم میتونی چیه سپورت کنه. به خاطر همین وقتی یه مقدار رشته استیارد تو این حالت کردیم قبول کرد، اما وقتی تو این حالت میریزیم قبول نمیکنه و پیغام خطا میده. خب اینم همین قسمت رو داره بهتون توضیح میده که میگه خطای کانورت استرینگ تو نامبر رو میده، که ما هم همون الان این خطا رو چیه دیدیم دیگه. ببینید من اینجا نگاه کنید در حین اجرا کامپایل ببینید خطای تایپ استرینگ از نات اساینبل تو دیت نامبر رو چیه به همون این قسمت نشون داد. حالا چه ساده ای از اصول بریم این قسمت رو. خب اما بحث خیلی مهمه اسکوپ ها. ببینید اسکوپ خیلی مهمه. اگر یادتون باشه ما در بحث جاوا اسکریپت در زمان قدیم فقط دو تا اسکوپ داشتیم، یعنی یک گلوبال اسکوپ رو داشتیم یک امریکار اسکوپ رو داشتیم. خب از وقتی که به قول خودمون این نسخه اکمال اسکریپت جدید اومد، یعنی 2015 به بعد، یه حالت اسکوپ جدیدی هم بهش اضافه شده که توی تایپ اسکریپت به اون اسکوپ جدید میگن چی؟ کلاس اسکوپ. و یادتون باشه ور میخوندیم اسکوپ ها رو نمیشناس، اما ریت اسکوپ ها رو چیه؟ شناسایی میکنه. مثلا اگر شما بیرونه ببین مثلا منظور اینه بذاری که هم میخونیم ها یه مثال بهتون بزنم از این. کاشی جا شکشین تو شده. مثلا اگر شما بیاید بیرون از اینجا میشید و مثلا x10 درسته؟ یه دونه اسکوپ ایجاد کنید و بیاید اینجا بگید و x20 درسته؟ اینو نگه عبور میکنه، هیچ خطایی هم بهتون نمیده، چون متوجه از طریق وقت تعریف میشه اسکوپ براش معنی نداره، هر دو شکل یه معنی داره. اما اگر اینو بنویسیم رت x10 اینجا بنویسیم هر متوجه رت x20 توی داخل این اسکوپ x مقدارش 20ه، بیرون اسکوپ مقدارش چی هستش؟ 10 هستش. که داره این بحثای اسکوپ ها رو اینجا چیکار میکنه؟ توضیح میده. میگه تایکس این خیلی یکی از مباحث مهم در بحث چی هستش؟ وریبل ها در تایپ اسکریپت. تایپ اسکریپت وریبل میگه که
اسکوپ های چی متغیرها رو دور توضیح میده، میگه the scope of variable specifies where the variable is defined. میگه بگو اسکوپ یک متغیر و مکانی رو که توش داره تعریف میشه مشخص میکنه. The availability of a variable within a program is determined by its scope. میگه در دسترس بودن یک متغیر داخل برنامه توسط اسکوپ اون مشخص میشه. میگه تایپ اسکریپت وریبل کن بی اف دی فلوینگ اسکوپ. میگه که تایپ اسکریپت هم میتونن اسکوپ های زیرو داشته باشن، یک گلوبال اسکوپ رو میشناسه، اسکوپ مثلا سراسری رو میشناسه، یک کلاس اسکوپ هستش یا همون اسکوپ کلاسمونه و لوکال اسکوپ اسکوپ محلی هستش. میگه که گلوبال وریبلز آر دکلر اوتساید دی پروگرامینگ constructs. This variable can be accessed from anywhere within your code. ببینید اگر یادتون بود مثلا ما میومدیم توی جاوا اسکریپت میگفتیم این کد ماست، مثلا میومدیم یه سری فانکشن تعریف میکردیم، مثلا میگفتیم این یه فانکشن مثلا تست هستش به فرض بر مثلا این فانکشن تست ماست و اینجا هم یه اسکوپی داشتیم. خب به این اسکوپی که تو همه جا بود به این میگفتن چی؟ اسکوپ سراسری یا چیه؟ به گروه خودمون گروبار بحث چی رو داشتیم؟ بروگار اسکوپ رو داشتیم. خب ما اینجا بحث چی رو داشتیم؟ دوستان گروبار اسکوپ رو داشتیم. این گروه بار اسکوپ هر متغیری که اینجا تعریف کنید هم در خود پروژه و هم در داخل تمامی تابه‌ها قابل دسترس بوده، یعنی در همه جا قابل دسترس است. اما اگر بیایید یه متغیری رو تو این داخل این فانکشن تعریف کنید، اینجا تعریف کنید، میگفتیم این متغیر حالت چی داره؟ به گروه خودمون لوکال اسکوپ داره. و وقتی یه متغیر حالت لوکال اسکوپ داشته باشه فقط در داخل همین فانکشن قابل دسترس بود و بیرون قابل دسترس نه. یا حالتی هم داشتیم هر جا مثلا به این شکل بود، خب میگفتیم یه اسکوپ جدیدی ایجاد میشه اینجا و فقط هر چیزی که در داخل این تعریف میشه در داخل خود این قابل دسترس، به شرط اینکه اینو با چی تعریف کنیم؟ با رت تعریفش کنیم. اگه با رت هم فقط در داخل همین اسکوپ دسترسی داشتیم که داره همین رو توضیح میده. میگه یک گلوبال اسکوپ داریم هرچی اینجا تعریف میشه در کل برنامه قابل دسترسه. یک لوکال اسکوپ داریم، میگه لوکال وریبل از the name sizes are declared with the construct write method loops. لوکال وریبل are accessible only with the construct where they are declared. میگه که متغیرهای محلی همینطوری که از اسمشون مشخصه داخل ساختارهای مانند متدها هرگاه ها تعریف میشه و این متغیرها میتونن فقط داخل اون ساختاری که تعریف شدن توی دسترس باشه. در اینو میگه کلاسز اسکوپ چیه؟ میگه که دیس وریبل آر آلسو کارفی فید آر کلاسز وریبل آر دکلارد ویتین ده کلاس بات اوتساید ده متد. دیس وریبلز can be accessed using the object of the class. Field can be static. Static field can be accessed using the class name. میگه که این متغیرها که بهشون field هم گفته میشه، راستش چیزی که داخل کلاس دارن بهش field هم میگیم، این متغیرها فقط داخل همون کلاسی که تعریف شدن تعریف شدن میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. همچنین فیلد هامون میتونن استاتیک باشن و فیلد های استاتیک با نام خود کلاس در دسترس هستن. خب بذارید با یه مثال بگم. اگر یادتون باشه من یه دموی اول کلاس تو همین آپاراتمون هست، یه کلاس ساختم، یه متغیر ساختم، یه متغیر استاتیک ساختم، گفتم متغیرهای استاتیک با نام خود کلاس
تعریف میشن، پرایویتش کردم، پابلیکش کردم، گفتم کلاس ها پابلیک پرایویته. اونجا یادم افتاد تو ویدیو فکرم اول یا دوم هستش، اینا رو توضیح دادم. میتونید از اونجا برید چکار کنید، مطالعه کنید. ببینید اینجا هم داره یه مثال میزنه، میگه یه دونه وریبل بیرون کلاس ها، نگاه کن بیرون این کلاس یه متغیر گروه با نام 12 تعریف کرده. یادتون باشه این الان گروه با نام هم در داخل این کلاس قابل دسترسه هم خارجش. یعنی اگر شما بهش بگی که الان این 12 یه گروه با نام تو همه جا چیه قابل دسترسه، اما این نام به وریبل 13 اگه تعریف کردیم این فقط داخل کی قابل دسترس هستش؟ داخل این نامبرمون قابل دسترسه، اینجا ارزش داره. استاتیک اس و 10 نوشتیم، نگاه کنید وقتی یه متغیر از نوع استاتیک میشه میتونه با نام کلاس چیه قابل دسترس باشه. ببین نام مزدار اس و چیه قابل دسترس هستش. و خب این یه آبجکت ساخته و آبجکت رو برامون چیکار کرده؟ چاپ کرده. یا ببینید اینجا یه متغیر سراسری، یه متغیر سراسری 12 تعریف کرده، بعد اومد داخل فانکشن یعنی گفته نام وریبل. این عدد نام وریبل 13 فقط داخل همین فانکشن قابل دسترسه، یا این رو نمی که یاد نوشتیم 14 فقط این داخل این نامبر قابل دسترسه، بیرون قابل دسترس نیست. میخواست این حالت تعریف چی رو؟ خب یکی از دوستان میگه تصویر رو ندارم، دوستان یه لحظه اجازه بدین. الان تو ویدیو بعدی یه با استوب استارت میکنم بزنین قسمت تموم بشه. خب بهتون توضیحات رو چیه؟ ببینید کلوره ما اگه میخوام توی مثابه به این متغیر که این بیرون تعریف شده بهش میگه متغیر سراسری، این هم در داخل کلاس ها قابل دسترس هم داخل نامبر فانکشن ها. این متغیری که میاد داخل کلاس تعریف میشه فقط در داخل کلاس خودش قابل ارزشه، و این متغیری که به عنوان فانکشن تعریف میشه داخل به عنوان متغیر لوکال فقط در داخل فانکشن خودش دیگه قابل دسترس هستش. یه بحثی هم در مورد اسکوپا گفتم که بحث ریت هستش، اگر فرصت کردید من پیشنهاد میدم یه بحث ریت این جاوا اسکریپت رو توی سایت wtgscoot چکار کنید، یه بار مرور کنید. نه یه بار گفتم اما مرور کردنش خواهی از لطف نیست. نگاه کنید میگه که من اینجا بذار این چون خیلی مهمه یه بار توضیح بدم. میگه ما اسکریپت 2015 introduce to import new javascript keyword return concept. میگه از اکما اسکریپت 2015 به بعد معرفی شده دو تا تایپ جدید، یکی ریت یکی کانست. میگه these two keyword provider اسمشون چی هن؟ براک اسکوپ هن. به ما کلا سه نوع اسکوپ داریم، گلوبال اسکوپه، لوکال اسکوپه، براک اسکوپه. این معادل براک اسکوپ در تایپ اسکریپت میشه همون چی در حقیقت اون میشه کلاس اسکوپ ما. یادتون باشه این تایپ براک اسکوپی که تایپ اسکریپت هم براک اسکوپ داریم ما، این فرقی نمیکنه چون با جاوا اسکریپت هم کنید، اما میخواد تو ذهنتون تقریبا شبیه سازی کنید. کلاس اسکوپ هم میشه چیزی در حد مثلا براک اسکوپ های ما. میگه بی فور ما اسکریپت 2015 جاوا اسکریپت هاو اونلی تو تایپ اف اسکوپ، گلوبال اسکوپ رو داشت و فانکشن اسکوپ رو داشت. نگاه کن میگه قبل از سال 2015 فقط دو تا اسکوپ داشتیم، اما از اکما اسکریپت 2015 به بعد اگر یادتون باشه جلسه قبل اشاره کردم که تایپ اسکریپت استاندارد اکما اسکریپت 2015 رو ساپورت میکنه به همراه اکما اسکریپت ورژن 6 و اسکریپت 2015 همون اکما اسکریپت 5، اکما اسکریپت نسخه 6 هم ساپورت میکنه و علاوه بر اکما اسکریپت نسخه 6 یه سری امکانات جدید هم ساپورت میکنه. اما در جاوا اسکریپت هم از سال 2015 به این ما دو یه نوع ریت دیگه و کانسپت به متغیر اضافه شده و یه بحثی دیدم به نام براک اسکوپ، یعنی علاوه بر دو تا اسکوپ گلوبال اسکوپ و فانکشن اسکوپی که قبلا داشتیم یه حالت براک اسکوپ جدید هم به دوستان اضافه شده که با دو تا آکا باز بسته تعریف شده. ببینید اینجا داره اینو میگه، میگه اگه من اینجا تعریف کنم و کار نیم ورو این متغیر چی هستش؟ گلوبال هستش، همین جا قابل دسترسه هم در داخل همین فانکشن. میگه لوکال، میگه متغیری که اینجا داره داخل فانکشن تعریف میشه بهش میگن چی؟ لوکالی یا متغیرهای فانکشن اسکوپ بهش میگن. میگه اسکریپت های براک اسکوپ، میگه که وریبل
declared with the where keyboard cannot have block scope. میگه تو اگه داخل دوتا بیار variable declared inside a block, block میگه توی درست میشه، باکو باز بسته درست میشه. میگه و اینجا وقتی تعریف میکنیم مفهومی نداره. چرا؟ چون این ایکسی که اینجا تعریف شد بیرونم ببین میتونه ازش استفاده کنی. اما رتو بیای تو این داخل این بلاک اسکوپ تعریف کنی، فقط در داخل این بلاک اسکوپ خودش این ارزش داره و در خارج از بلاک اسکوپ خودش این فاقد ارزشه. خب میگه که declaring variable، میگه نحوه تعریف متغیرها رو دقت کنید، تعریف مجددشون رو. میگه که شما یه ور x 10 نوشتید، بعد اینجا اومدید توی این اسکوپ نوشتید x رو بکن 2. دیگه وقتی میگید x رو بکن 2، در حقیقت همین x 10 میشه چی؟ 2. اینه که بیرون هم هستش مقدارش چیه؟ عوض میشه. چرا؟ چون ور بلاک اسکوپ رو نمیشناسه و نسخه قدیمی جاوا اسکریپت چیزی تحت عنوان اون زمان اصلا بلاک اسکوپی وجود نداشت. پس برای ور چه داخل بلاک تعریفش کنه چه بیرون از بلاک تعریف کنه هیچ تفاوتی به حالش نمیکنه. اما رتو ببینید، شما اومده ور x 10 تعریف کردی، یه رت x 2 تعریف کرده. ببین وقتی این رت تعریف میکنه، این x 2 فقط اینجا ارزش داره و دیگه روی این xی که بیرون تاثیر نمیذاره. اینا بهش میگن متغیرهای بلاک اسکوپ دیگه، چون فقط اینجا قابل دسترس هست. اما یه نکته توجه کنید، میگه رت از گفتم از سال 2015 به بعد به وجود اومده و فقط روی این بروزرها به بالا ساپورت میشه. کروم 49 به بعد، ایج 12، فایرفوکس 44، سافاری 11 و اپرا 36. سالاش هم نمیشه بعد اون اینا قابل شناسایی چیه نیستش. خب یه نکته هم بهتون بگم، اینجا اومده ور آیو گذاشته 5، یه ور نوشته اینجا آیو از یک داده از صفر داده تا 10. خروجی این برنامه نگاه کنید، این میاد این آیه عوض میشه، چون این اسکوپ برای این آی معنی نداره، میاد این آیه بیرون رو داره اونی میسی میکنه. اما اگر شما از رت استفاده کنید، این یه اسکوپه، این فورم داخلش یه اسکوپه، این در داخل خود اسکوپ آی تا 10 میره جلوتر داخل اسکوپ، اما وقتی بیرون از اسکوپ میای اکس همین آی ما مقدار چی رو داره؟ 5 رو داره. یا مثلا نگاه کنید، گفتیم بحثی دارم به نام فانکشن اسکوپ ها. نگاه کنید تعریفی دو بی خیلی جالب گفته، میگه variable declared with where and let are quite similar when declared inside the function. میگه وقتی شما از where یا let داخل فانکشن استفاده میکنید، چون تو داخل یه بلاک هستید دیگه، میگه هیچ معنی تفاوتی بین ور و رت وجود نداره و دوتا اگرینمند چیان شبیه هم است. خب من همین گلوبال اسکوپ رو داره توضیح میده و اینا، یه زحمت بکش من نقاط اصلیش رو با مثال چی بهتون توضیح دادم، همین رو هم بخونید خواهی از رود نیستش، یه نگاهی هم به این چی حتما دوستان بندازید. این شد از قسمت چی؟ تقریبا تم شد دیگه، رسیدیم به بحث تایپ اسکریپت، اپراتورها، عملکردهای چی تایپ اسکریپت. تو ویدیوهای بعدی چون تو رای نشه میگیم این قسمت رو با هم